Sistentala pespecele nama. Drano avritun ko zuma salamuna uni ki hili omani. Çarangı çitasu de lumri mirmini de daftar de faaliyetun pakla malumat lari. Au de tola niz gajiz au anzuriz rasanay la lari mu taqib aval. La bada marga de koronavirus la mala da faaliyetuna kam şivi di. Azin ker nazar ba şarayit karantin imkan mulaqat mustaqim ba bonu aval kam tar mi boşad. بنان برای از بین بردن این فاصله برنامه ای را تحت عنوان پرسش و پاسخ تهیه نمودیم تا شما مشکلاتتان را با بنی اول مطرح سازید. در طی چند هفته گذشته که در مورد این برنامه از طریق صفحه رسمی دفتر بنی اول و زاویه میدیا معلومات را گردید، شمار زیاد از هموطنان ما سوالاتشان را در کتگوری های مختلف مطرح کرده بودند که میخواهیم نخستین برنامه را با سوالاتی که در مورد زندگی شخصی بنوی اول و بعض سوالات دیگر پرسیده شده بود آغاز نماییم. اما بنوی اول آرزو دارند تا در آینده از شما در مورد مشکلات کتلوی که در منطقه تان وجود دارد آگاه شده و تا حد توان بان رسیدگی نماییم. به خاطر کثرت و یکرنگی سوالات نمیتوانیم سوالات را یک به یک به خوانش بگیریم. بنان سوالات که در یک ساختار بودند در قالب یک پرسش جا داده و در سه بخش آن را از بنی اول میپرسیم. جلالت ما بنی اول سلام، به برنامه خوش آمدید. و علیکم السلام، بسیار خوش هستم که این فرصت شد که باز به مردم افغانستان با اتصال شوم. چنگه چی پا اول که ما مول جن سوالون دی چی از مج هوادوال پشتن کرده از غوارم چی دا سوالون استاس خواب پشتن. شغل صدیق الله مسلم، اسمت قربان او کرامت الله احمدزی پشتن کرده چی تاسو اصلا دا کم جای است او پا کم جیبی خبری کولیشه؟ تشکر از سوالایتان. اصلا ما از لبنان استم، ایتور است که رئیس سب دا پانتونی در لبنان درس میخوند و همونجا معرفی شدیم و همینطور پس در افغانستان آمدیم. زبان زیاد داریم. افغانستان و لبنان بسیار شبیه هستند. مردم در افغانستان چندین زبان میفهمند. دری میفهمند، پشتو میفهمند، یکانتا ازبکی، یکانتا پاشایی، یکانتا زبانهای دیگر. و اگر در پاکستان رفتن اردو میفهمند. اینطور است که هم در لبنان مردم زبان زیادتر یاد دارن و رقم کل لبنانیان ما عربی زبان مادری ما، ولی هم انگلیسی و فرانسوی یاد دارم و دری یک کمی یاد گرفتم و مینجا، ولی گذره به پشتو هم خبری کولیشم. دیر منانه هم در از اسماعیل نیازی بسم الله او مریم لامی پشتن کرده چی تاسو چو اولادونه لری؟ اولی اغوی افغانستان کی جوان نکوی؟ دو اولادونه لرم، تارک جان و مریم جان. هر دوشان متولد امریکا بوده و در امونجا تحصیل نمودن و امونجا زندگی کردن. اونا هر سال چندین دفعه پیش ما میاین دیدن ما. فعلا از خاطر کرونا دیر شد ما اونا را ندیدم. تشکر. همچنان آقای مسعود رسولی پرسیدن که در مورد رئیس جمهور پرسیدن که بعد از ختم دوره ریاست جمهوری رئیس به کجا زندگی خواهم کرد؟ شما می فهمیم رئیس صاحب ولسمشر یک پاسپورت داره، همی پاسپورت افغانی، و وقتی که از مسئولیت رئیس ریاست جمهوری خلاص میشه، ما پس در خانه خود که یک خانه شخصی داریم در کابل، در خانه خود زندگی کنیم. دیر مننه. هیل لرم چیز مرز در هیوادوال چی پشتینی مطرح کری و خپل جابونی ترلس کری بی. بی بی جان،
کچم ستاسو د دفتر په اکله یو لاند معلوماتي ویډیو خبره شوې ده خو بیا هم زموږ ځینې هیوادوال یو لړ پوښتنې مطرح کړي دي چې ستاسو د ځواب په تمه دي ښاغلی سید مشتبه افغان او اسلام الدین انسا پوښتنه کړې ده ستاسو د دفتر رسمیت څه دی او په اساسي قانون کې څه ځای لري همچنان نظر به گفته این امتنان ما اینکه این دفتر در قانون اساسی کدام نام از این دفتر برده نشده پس بنابر کدام صلاحیت در بستای نظامی اشخاص ملکی مقرر میگردد پرسانتون با جای استک اطور شد که وقتی که ارگ آمدیم و امینجا خانه ما شد ما یک هفته دو هفته تر کدم و بسیار دک آوردم چون ما بیکاری بسیار بدم میاد خوش دارم که مصروف باشم و هم همچنان احساسیت میکدم که من یک مسئولیت دارم تجاه مردم افغانستان که باید در کال بفهمم که مشکلاتشون چی هستن و اگر به توان ما هست تک سهولیت بیارم رای حل برایشان پیدا کنم و پشتیبانی کنم وقتی که در یک محفل هستم یا چیز از وضعشان از تقاضایشان پشتیبانی کنم بنابرای ولسمشر گفته بود خی اگر میخواین یک دفتر خورد واز کنین چرا نه یک دفتر در ارگ برای ما انتخاب کردم و شروع کردم امرای دو نفر و فکر کردم که بسیار یک چیز بسیار بسیط است که زیاد مردم نخواد بیاین که البته یک شند کس میاین دیدن ما و قصه میکنن منتها بسیار زود نفرای از تمام کنجهای افغانستان خاصتا خانوما گروپای خانوما اومدن دیدن ما اول فکر میکنم که اونا میخواستن بفهمن که اینمی خانم که اومد کی استک و چی رقم استک ولی پسان وقتی که اومدن ما بسیار خوش دارم که امرای مردم بشینم و گپ بزنم اونا هم لذت بردن از جلسه ها امرای ما و شروع کردن که گپ بزنن و که برای ما مرا شریک بسازن امرای مشکلاتشان و مثلا خانمای ولایت برای ما میگفتن مرا فراموش کردی کلی چیزها رو برای خانمای شهر خاصتا خانمای کابل میره کلی خدمات یکان دفعه دلپور می اومدن و مثل که امینجا یک جای امن بود برایشان که دلشان خالی کنن. آیستا آیستا دفتر ما بسیار اهمیت گرفته. ایتو نیست که ما کدام اجنده داشتم. وقتی که با ویبسایت ما میریم میبینیم که ما اجنده ما گوش کردن، تسهیل کردن و حمایت کردن. اینمی سه تا چیز. البته خانوما زیاد آرام هستن که بیاین پیش ما ولی هم جوانا و مردها میاین یکان دفعه از خاطر که ما امینجا هستم برای هر کس که آسیب پذیر است و که مشکل داره و نمیتونه از راه های رسمی یک راه پیدا کنن که چطور مشکلشان حل شد. خلاصه امر اینطور است که سعیس ایج جای در قانون اساسی ایج جای در مقررات رسمی ذکر نشده که باید یک دفتر برای خانم اول باشه ولی ایت جای ذکر نشده که نباید باشه و همینطور که ما دیدم که این امی نیاز بود که مردم نیاز دارن که یک جای بیاین همینطور شد که دفتر ما آیستا آیستا کلانتر شد و بسیار فعالیتش یک کمی زیادتر شد و همچنان در قسمت مقرری های که پرسیده شده بود سعیس رقم که گفتم دفتر ما دفتر کوچک است اکا کلان نیست یک دفعه یک نفر اومده بود میخواست یک ملاقاتم رای مکنه و گفته بود جمع کنین نفرهای دفترتون تنها یک 30 نفر بیارین که بیاین بیشینن که امیتون ملاقات در تلویزیون خوب معلوم شوا ما خانده کنم از خاطر در اون وقت 7 نفر داشتم گفتم کیت 30 نفر از کجا برایتون پیدا کنم فعلا ما 7 نفر هستیم البته یک چند سال پیشتر وقتی که فعالیت ما بسیار زیاد بود تعداد 12 نفر رسیدیم
ولی علی فعلاً تنها 7 نفر هستیم. در قسمت مقرری، منفکی و تشکیلات ادارات هیچ گونه مداخله ندارم. این همی چیز باید مردم بفهمن که ما همینجا هستم که یک همکار هستم. چرا مردم مرا بی بی جان میگن؟ که یک رقم ما در کلان پیششان آدم میایه و شکایت میکنه و او را آرام میسوزه و امرایش گب میزنه که ببینه که چطور یک حل پیدا شد. ما کدام صلاحیت رسمی ندارم و مردم که فکر میکنم که اگر با اتصالی با ما یک بس برایشان میشه، یک مقراری یک جای میشه، یک چیز حالت فهمی بسیار کلان است. ما کدام صلاحیت برای مقراری یا منفکی نفر ندارم. تشکر. اما تنان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه گفتیم، سوالات در کاتگوری های مختلف مطرح شده و بعضی از هموطنان ما در مورد تشکیلات اداری دفتر بانوی اول و بعضی ادارات دیگر سوال کردند که در این قسمت می خواهیم از بانوی اول این سوالات بپرسیم و جوابش از اونا بشنویم. بی بی جان شفیع الله مشی او امیر جان امیری پوښتنه کرده چی ولی استاسی مشاورین ټول هغه کسان دي چې له بهر څخه راغلي دي او لوړ معاش ورکول کیږي؟ آیا په هیواد کې داسې تحصیل کرده ځوانان او پیغلې نشته چې ستاسو سره کار وکړي؟ همداراز دې پوښتنه کړې ده چې آیا په اوسني حکومت کې تاسو په ګمارنو کې لاس لرئ؟ خو تشکر از سوالایتان. اول فکر میکنم یک غلط فهمی شد. او البته در اول یک دوتا مشاور داشتم که افغان بودن، ولی رقم دیگر افغانا در خارج یک شان سال تیر کردن و پس به وطن خود اومدن. ما برای ما اونا افغان هستن و هیچ برای ما مشکل نیست که امرای ما کار کنه و باید بگویم که بسیار موفق شدم. همه کارمندای ما، همه همکارای ما بسیار با دل پاک و با زحمت کار میکنن، از خاطر که میفهمن که ما امینجا به خدمت وطن هستیم، به خدمت هموطنان ما هستیم. علی بیاین که به موضوع معاششان گپ بزنیم. میخواین که به معاش ریاگان کار کنن؟ نه، اونا معاش برایشان داده میشه، ولی معاششان یک معاش دولتی و کسایی که در مبینتان میشناسن یا خودتان در دولت کار میکنیم میفهمین که معاشای دولتی بسیار بلند نیستن و امی آوازه که انداخته شد که اونا معاشای فوق العاده میگیرن او بخی درست نیستک. او میتونم ذکر کنم که من خود معاش نمیگیرم، از خاطر فکر میکنم که این امی وظیفه ماست. من حیث بنو اول وظیفه ماست که با تمام مردم افغانستان خدمت کنم. یک چیز دیگر باید ذکر کنم که ما بودجه اجرایوی ندارم. ایتو نیست که بودجه هست، از خاطر که باید همکارای ما معاش بگیرن، باید یک چند تا مصرف سری دفتر ایرا گرفته شود. ولی رقم که گفتم دفتر ما کوچک است، بسیار کلان نیست، ولی هنوز ما بسیار تشکر میکنم که نمی امکانیات برای ما داده شد. ولی پول دیگر ندارم، پولی همینطور که میتونم یک پروژه شروع کنم، پول که میتونم برای کس که میایه، البته مشکل صحی باید شفاخانه بره و پول کار دار، پول ندارم که بتونم همینطور. از او خاطر من میگم اجرایوی نیستم. میتونم یکان نفرای جمع کنم امینجا در ارک و زیاد از امی فرصت استفاده کردم و دروازه های ارک برای تعداد زیاد نفوس واس کردم. اونا اومدن در چارشنار میشینیم، امینجا در خود اجتماعی ما یکان دفعه تاجیر میمانیم. خوش دارم که مردم احساس کنه که ارک خانیشان است. دیگر رقم که گفتم پروژه ها که پول که مصرف شد و سر چیز که اونا نیاز دارن ما پیش ما نیست. و در قسمت مقرری های حکومتی پرسیده بودن؟ ما هیچ کدام مقرری یا در منفکی
نقش ندارم. بله تشکر. بی بی جان به همین ترتیب صوفی آرمان، حیات الله حقیار و نیان وزیری در مورد بستای بیرونی پرسیدند. گفتند چرا همواره در بستای کلیدی تعداد انگشت شمار از خانم های پای وظیفه میکنند؟ چرا به سایر خانم ها زمینه کاری مساعد نمیشه؟ و اینکه چرا مقرری ها به اساس شایسته سالاری صورت نمیگیرد؟ سوالتان تمام بچای هستک و باید بفهمیم که ما مسئول مقرریت نیستم، منتها میگم که حق داریم که امی سوال پرسان کنیم. سوال کنین، وقتی که این جمهوریت شروع شد، جمهوریت اسلامی امرای حامد کرزی در 2004، تعداد خانوما زیاد نبودن. من میگم تعداد خانوما که شایستگی کار دارن، ظرفیت داشتن که هم میتونستن با پست‌های رسمی مسئولیت بگیرن. هم کرزی صاحب یک چند تا خانم موظف کرد و هم البته وقتی که ولسمشر غنی با ریاست جمهور آمد، او البته زیاد کوشش کرد که فرصت داده شود برای خانوما وظیفه بگیرن، وظیفه رسمی بگیرن. در اون وقت مردم هنوز کیفیت کار نمی فهمیدن و این هم مردها هم خانوما. و وقتی که می بینیم هر کس که مقرر شد مرد باشه یا زن باشه، یکان تا بسیار کمیاب می شد، یکان تا هیچ نمی تونست. و همی طور بود که چندین خانوما بسیار خوب کار کردن و چندین خانوما البته شایستگی کار نداشتن. ده. باید ذکر کنم که فعلا علی اینمی دو تا خانم که دو ما پیشتر وزیر تعیین شدن، ده. یکی خانم حسینه صافی وزیر امور زنان، ده. و یکی رنگینه حمیدی که وزیر معارف، هر دویشان خانمای بسیار قوی هستن و بسیار وارد هستن در موضوع وزارتشان. خانم صافی البته 25-30 سال شد که در فعالیت اجتماعی برای خانما کار میکنن، اول از لحاظ فعال اجتماعی، پس آن رئیس یک انجمن کلان که شبکه زنان افغان، و علی وزیر شده. و ما بسیار توقع دارم که زیادش مشکلات خانوما خود یک حل پیدا شود زیر ادارش. هم خانم رنگینه حمیدی و ما میفهمم یک شان نفر سرش یک آوازه انداختن که نه دری نه پشتو یاد داره. و اگر شما دیدین دینامیدو ما در محفل های رسمی او را شنیدیم، می فهمیم که بخی یک آوازه غلط است، بسیار روان است، هم در دری هم در پشتو. خودش یک خانم متشبث چندین سال در خود کندهار یک نهادی بزنس ایجاد کرد که در مبینش قرارداد امرای 400 خانومای کندهار قرارداد داشت که امی کار خمکدوزی برایش می آوردن. و ایتو نیست که تانا امی چیز کرد، ولی یک چیز که ما بسیار قدر میکنم که ای تانست برای زی خانوما یاد بتا که چطور کارشان با کیفیت خود بلند باشه و که امیتور مارکت برایش پیدا شوا. این یک چیز بسیار خوب است که انجام داد. بعد از او وقتی که پس آمد در کابل، امینجا یک مکتب باز کرده بود و این مکتب فکر میکنم علی در سال پنجم است. و از شروع کرد از صفر که امی مکتب کلان شد و نفرای اومدن و بسیار یک مکتبی که بسویه بین الملل داره. و وقتی که علی در وزارت معارف اومد،
کل مشکلات معرف میفهمه، از خاطر که خودش تجربه کرد، خودش فهمید که کجا مشکل است، چطور باید امرای مدرسین حمایت شوه یا ترینینگ شوه که اونا کیفیت کار زیادتر باشه، چطور نصاب باید باشه، چطور اولادها باید تربیت شوه. ما بسیار افتخار دارم که امی دو تا خانم بسیار قوی علی جزء از حکومت هستند و ما یقین دارم که در یک سال یا دو سال نتیجه بسیار خوب خود ببینیم. سپاس بانوی اول از این که با حوصله‌مندی کامل برای ما زمان گذاشتید و با سوالات هموطنان ما پاسخ را نمودید. زنده باشین. رقم که گفتین در اول، ما خود ما معرفی کردم که کی هستم و دفتر ما چی هست. منتظر هستم از شنونده ها که پس برای ما خودشان معرفی کنند که اونا کی هستن و چی مشکلات زندگی دارن و چی امیدوارشان دارن، و بسیار منتظر هستم که اونا با ما با اتصال شوند. تشکر. تشکر از شما شنونده های عزیز، امیدوار هستم قسمی که بانوی اول گفتن شما هم در آینده سوالات خود مطرح کنین، مشکلات خود مطرح کنین و سوالاتی که امروز در برنامه پرسیده شد امیدوار هستم پاسخ قناعت بخش دریافت کرده باشین. برای آگاهی بیشتر شما شاید ذکر است که این برنامه هفته یک بار با سوالات و پرسش های جدید شما به نشر سپرده می شود که شما می توانید سوالاتتان را مطرح ساخته و منتظر جوابتان باشید. ستاسو دو حسین یا سوکالی پهیله. مننه.